پادکست از افیل تیوی. اتاق وضعیت کاخ سفید سال 2000. خب دیک، ایران داره منو کلافه میکنه، خودت که بهتر میدونی. ما برای اینکه کارایی سر کنیم باید مشکل ایرانو حل کنیم. دموکرات‌ها به حد کافی وقت رو تلف کردن. ما تجربه سالها تحریم و جنگ غیر مستقیم رو با ایران داشتیم، اما به خاطر ویژگی های خاصی اونا هیچ کدوم موثر نبودن. من نمیدونم، یه جوری باز شر ایران خلاص شد. بهترین راه خورد کردن ایرانه. ما باید یک پارچگی اون رو از بین ببریم. رالف، نظر تو چیه؟ تو تحقیقات زیادی در مورد قومیت ها داشتی. من روی تجزیه ایران با ایجاد نقشه جدید برای خاورمیانه خیلی کار کردم. ما میتونیم ایران رو به 7 کشور تجزیه کنیم. با تجزیه ایران میشه برنامه خاورمیانه بزرگم محقق کرد. آقای لدین، من در مؤسسه اینترپرایز در جریان پروژه ها و تحقیقات زیادی که برای براندازی و تجزیه حکومت ایران انجام دادید بودم. فکر میکنم بتونید با همکاری آقای پیتر پروژه خاورمیانه بزرگ رو کامل و هرچه سریعتر برای عملیاتی شدن به کاخ سفید تحویل بدید. مؤسسه ما با همکاری آقای پیتر میتونه این طرح استراتژیک آماده کنه. ما با این طرح جلوی ایران رو میگیریم. قطعاً آقای لدین. مؤسسه امریکن انترپرایز، پدرخوانده نهادهای فکری دست راستی آمریکا. بسیاری آن را پرنفوذترین مرکز مطالعاتی نو محافظه‌کاران بر کاخ سفید، خصوصا در زمان تصدی جمهوری خواهان می دانند. این اندیشکده با محوریت آرا و اندیشه لو اشتراوس، فیلسوف یهودی و صهیونیست افراطی تأسیس شده است. بسیاری از بنیانگذاران و مدیران این اندیشکده از شاگردان و پیروان مکتب اشتراوس بوده و هستند. افرادی که همگی مانند خود او یهودی و صهیونیست های افراطی هستند. کسانی مثل پول وولفوویتس، جان بولتون، فردریک کاگان، ریچارد پرل، مایکل لدین، ویلیام کریستور، الیوت کوهن، مارتین فلدشتاین و میلتون فریدمن. مأموریت اولیه این مرکز دفاع و ارتقای اصول آزادی آمریکایی، کاپیتالیسم دموکراتیک و ارزش‌های آمریکایی. واقع در واشنگتن، ناحیه کلمبیا، خیابان 17 شمال غربی. این مؤسسه در ابتدا توسط گروهی از سرمایه‌داران نیویورکی شکل گرفت. هدف آنها از تشکیل این مؤسسه حفظ مزیت‌های اقتصادی برای بنگاه‌های بزرگی بود که منافع مالی آنها در شرایط پس از بحران بزرگ دهه 1930 و اصلاحات اقتصادی موسوم به نیو دیل به خطر افتاد. هیئت مدیره این مؤسسه مثل زمان شکلگیریش در 1938 امروز نیز از رهبران عمده حوزه‌های اصلی اقتصاد و تجارت آمریکا و جهان تشکیل شده است. این بنگاه‌ها در پوشش این مؤسسه در اولین حرکت خود در میانه جنگ جهانی دوم با اعمال لابی و فشار به اعضای کنگره آمریکا، سیاست‌های بازیابی اقتصادی پس از بحران را به گونه‌ای هدایت کنند که حداقل هزینه را برای ابر شرکت‌ها داشته باشد. با تداوم این روند، مؤسسه امریکن انترپرایز به عنوان ستادی برای مشاوره به کنگره در فهم بهتر شرایط اقتصادی بعد از جنگ جهت اتخاذ تصمیمات مالی برگزیده شد. از این رو این مؤسسه در سال 1943 میلادی دفتری در واشنگتن تأسیس نمود و در مدت کوتاهی توانست با سیاست‌گذاری‌های خود تأثیر بسزایی بر اقتصاد آمریکا بگذارد. با رسیدن سال 1954 یک لبنانی تبار با گرایشات محافظه‌کارانه با نام ویلیام بارودی وارد این مؤسسه شد. در طول 26 سال دوران حضورش در مؤسسه که بیش از 15 سال از آن مدیر مرکز بود، با کسب منابع مالی، ایجاد نوآوری و همکاری بیشتر با کارشناسان، روزنامه‌نگاران، اساتید و پژوهشگران دانشگاهی باعث ارتقای جایگاه این اندیشکده شد. در اوایل دهه 1960 وی افرادی چون میلتون فریدمن اقتصاددان معروف به جن کوتوله اقتصاد، پل مک‌کراکن و گاتفراید هابرل را به هیئت مشاورین مؤسسه اضافه کرد. دوران مدیریت بارودی باعث رشد چشمگیر جایگاه مؤسسه و رساندنش به جایگاه یکی از پرکارترین و مطرحترین مراکز تحقیقاتی آمریکا شد.
امریکن انترپرایز جزو اندیشکده هایی در آمریکاست که در رأس خود از تغییرات مدیریتی کمتری برخوردار بوده. پس از 15 سال مدیریت بارودی بعد از مرگش، با تصمیم هیئت مدیره مؤسسه در سال 1986، کریستوفر دیمونت که یک وکیل و اقتصاددان بود و در دولت‌های نیکسون و ریگان حضور داشت، به ریاست مؤسسه انتخاب شد. در سال 2008، آقای دیمونت بعد از 22 سال فعالیت، کرسی ریاست امریکن انترپرایز را به آرتور بروکس واگذار کرد. بروکس که یک موسیقیدان کلاسیک بود، به واسطه ارتباطاتش با بنگاه‌های مالی و دوستان سیاسیش به این جایگاه رسید. امروز مؤسسه 185 عضو دارد که شامل بیش از 70 دانشمند و صاحب نظر است. هدف انترپرایز چیزی جز تثبیت و ترویج نظام سرمایه‌داری و ارزش‌های لیبرال آمریکایی نیست و عمده فعالیت‌ها و پروژه‌های این مؤسسه در این جهت هستند. از مهمترین فعالیت‌های اقتصادی انترپرایز همگام با جهت‌دهی به اقتصاد آمریکا، جهت‌دهی به اقتصاد جهانی بود. در این حوزه، انترپرایز در دهه 1950 از عوامل مؤثر در پایه‌گذاری سیستم برتون وودز بود. ضمن اینکه برای ایجاد نظام مورد نظر آمریکا و حفظ آن در اقتصاد جهان، این مؤسسه در تأسیس نهادهای مهم سازمان تجارت جهانی و بانک جهانی مؤثر بوده است. در طول دهه 50 انترپرایز برای جهت‌دهی به توسعه در جهان در حوزه محض فلسفه اقتصاد توسعه فعالیت‌های زیادی کرد که مؤثر آنها دو اثر شاخص روح سرمایه‌داری دموکرات اثر میشل نواک و دو تشکر برای سرمایه‌داری اثر ایروین کریستول بود. در این دوران بود که پایه تفکرات نو محافظه‌کارانه که بیشتر از سوی کریستول ترویج می‌شد در محافل فکری آمریکا گذاشته شد و در دهه‌های بعدی وارد عرصه سیاسی ایالات متحده گردید. با روی کار آمدن رونالد ریگان، نفوذ و نقش‌آفرینی این مؤسسه در آمریکا به حدی رسید که طرح دفاع استراتژیک یا همان جنگ ستارگان ریگان متأثر از طرح‌های راهبردی انترپرایز تبیین شد. این تاثیرگذاری ادامه یافت و در سال 1997 طرحی با نام پروژه قرن جدید آمریکایی با کمک مؤسسه بروکینز تهیه و تصویب شد که هدف آن گسترش سلطه آمریکا در جهان و جلوگیری از ایجاد تهدیدات بین‌المللی جدید برای آمریکا بود. دایره نفوذ این مؤسسه با به قدرت رسیدن بوش پسر در انتخابات سال 2000 میلادی کامل‌تر شد. اکثر بنیانگذاران پروژه قرن جدید آمریکایی به پست‌های کلیدی در دولت جدید آمریکا دست یافتند. حوادث 11 سپتامبر نقطه عطفی برای اجرای این طرح شد و نو محافظه‌کاران اقدام به عملی کردن این پروژه نمودند. حمله به عراق و افغانستان، همکاری با رژیم صهیونیستی، حضور نظامی در بالکان، سرنگونی تشکیلات خودگردان، حزب الله و در نهایت ایران از اولویت‌های اصلی این پروژه بود. علاوه بر اینها، طرح خاورمیانه بزرگ بخش مهم دیگری از پروژه قرن جدید آمریکایی بود که نو محافظه‌کاران مؤسسه انترپرایز سال‌ها در پی اجرای آن بوده و هستند. در سال 2003، لانی پلتکا و مایکل روبین که هر دو یهودی و صهیونیست هستند، پروژه‌ای به نام اختلاف و اصلاح در جهان عرب در انترپرایز آغاز کردند که در آن احتمال ناآرامی‌های اجتماعی در کشورهای عربی مورد بررسی قرار گرفته بودند. مؤسسه امریکن انترپرایز با توجه به رویکرد محافظه‌کارانه‌ای که دارد، دارای نگاهی افراطی علیه ایران بوده و تمرکز خاص بر روی خاورمیانه دارد. یکی از جدیدترین گزارش‌های این اندیشکده درباره ایران گزارشی است با عنوان تأثیر ایران بر خاورمیانه، مصر، عراق و افغانستان که مثل همیشه با چاشنی ایران هراسی همراه است. این گزارش پس از اینکه وضعیت فعلی ایران در کشورهای منطقه را خصوصاً در تقابل با منافع آمریکا بررسی می‌کند، به یک برنامه مطالعاتی اشاره می‌کند که از سال 2007 در مؤسسه انترپرایز بر روی ایران انجام می‌شود. این گزارش را که دانیل پلتکا، فردریک کاگان، احمد مجیدیار در مؤسسه امریکن انترپرایز و مؤسسه مطالعات جنگ تهیه کرده‌اند، به آمریکا و متحدانش توصیه می‌کند که برای مقابله با ایران می‌بایست یک استراتژی به دور از عوام فریبی و ایران هراسی اتخاذ شود. از طرفی از سال 2005 مؤسسه انترپرایز در راستای عملی نشدن حمله به ایران پروژه تغییر رژیم را مطرح می‌کند. این پروژه ایران ناشناخته مورد دیگری برای فدرالیسم نام داشت و دامن زدن به مسائل قومی و ایجاد و افزایش شکاف، اختلافات و تنفر قومی در ایران را
به عنوان بهترین راهکار برای تغییر رژیم ایران و تجزیه این کشور پیشنهاد می‌کرد. یک ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 88، مؤسسه امریکن اینترپرایز نشستی را با عنوان پس از صندوق‌ها، روابط ایران با آمریکا در عصری از تغییر و با حضور سناتور جوزف لیبرمن و کنت پولاک از مؤسسه بروکینز، اندیشکده شاخص حزب دموکرات، برگزار کرد. بسیاری از اظهارات و راهکارهای ارائه شده در این نشست در ماه‌های بعد از انتخابات از زبان فتنه‌گران سال 88 تکرار شد. یکی از اقدامات جالب توجه اینترپرایز در خصوص بررسی تحولات ایران، راه‌اندازی مرکز ردیاب ایران یا ایران ترکر در اردیبهشت ماه سال 88، یک ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 ایران، از زیر مجموعه‌های مرکز مطالعات تهدیدات حساس و بحرانی بود. این مرکز تحت مدیریت علی آلفونه قرار دارد و با تمرکز بر تحولات و رویدادهای ایران به ارائه گزارش‌های تحلیلی و استراتژیک می‌پردازد. در حال حاضر اکثر مراکز مطالعاتی و تحلیلگران آمریکایی به این نتیجه رسیدند که اقدام نظامی علیه ایران امکان پذیر نبوده و تبعات ناگواری را برای آمریکا در بر خواهد داشت. اما مؤسسه امریکن انترپرایز تنها راهکار را برای ایران، منزوی کردن جمهوری اسلامی، جلوگیری از صادرات نفت و در نهایت گزینه نظامی در قالب حمله هوایی و موشکی به مراکز حیاتی می‌داند و بر این باور است که مذاکره با ایران به منزله مشروعیت بخشیدن به ماهیت ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. اندیشکده امریکن انترپرایز از حامیان متعددی برخوردار است که برخی از آنها عبارتند از پین ویبر، کرسلر، بریستول میارز، جنرال میلز، بانک چمیکال، گروه سرمایه گذاری بویل، شرکت اکسون موبیل، شرکت آکوستا، شرکت سیرل فریدام، گلدمن ساچ، شرکت متل، اکویناکس پارتنرز، فریدمن فلیچر، مدیریت سرمایه ماسون، شرکت مریل لینچ، هولدینگ همستد، شرکت سرمایه گذاری جی سی پی، گروه آدوانکس، شرکت انجلو و گوردون، سرمایه گذاری ونچورز، شرکت گلوبال ایگل، شرکت سکویتا، ابر شرکت چارتر و شرکت شرکای منهتن پاسیفیک. امریکن انترپرایز همچنان در حال جهت‌دهی به تندروهای سیاست آمریکا.